سلام به شما بچه‌هایی که در این روزها عالی دارید درس میخونید و یکم نگران کنکورتون هم هستید. خیلی سوال پرسیدن در دایرکت ما و در سیستم کلاسینو که پیش همایش چی هستن؟ موضوع چیه؟ میخوای بگی میخوای چیکار کنی؟ نه عزیزم، ما قبلا در تمام استانهایی که میرفتیم و قانونا یک دو سه ساعتی رو حضوراً به دانش آموز میگفتیم آقا میخوام چی بگیم؟ اصلا هدف ما از این همایش چیه؟ برنامه چیه؟ استاد من با شما خوندم و الان شاید ما بالغ بر 200 نفر داریم که صد میزنن ادبیات با ما. خب منی که صد میزنم چه چیز میخوای بگی که من نمیدونم؟ یا نه من استاد اصلا خیلی ضعیفم، اصلا من صفرم، من 10% 20% یا نه 40-50% میخوایم ببینیم که تو این همایشی که شما میخوای اجرا کنی به چه شکل میتونه هم کمک حال رتبه ارزم بود و شما انشاءالله تک رقمی باشه، هم کسی که امروزها از خودش بریده و ادعا میکنه که دیگه ارزم بود و شما به نقطه کور رسیده. خب من یه چیز خدمتتون بگم قبل از شروع، چون میخوام امروز قسمتی از همایش رو تدریس کنم و میخوام این عنوان رایگان در اختیار همه قرار بگیره که حداقل این برنامه رو داشته باشن. ببینید بچه ها، من خواهشی که از شما دارم عالی گوش کنید. ببینید ما در همایش الگومون، ما در همایش الگوی اولمون مرور و تدریسه. بعد عرضم بود شما تست های خاصی که بررسی میکنیم، بعد شبیه سازیه. یعنی اگر شما بگی من 100 هم میزنم، در یک ماه باقی مونده، 20 روز باقی مونده، 10 روز باقی مونده، حالا هر روز همایش دارید، خانه‌ها باید یه مرور داشته باشید. خیلی از مشاورها من جسارت میکنم به اشتباه به دانش آموز میگن که عزیز من این روزا فقط تست بزن، این کارو نکنی عزیزم. حتی شده اگر مرور چشمی هم کردی مباحث و مثلا قبلا یه کتابو در مثلا 50 ساعت میخوندی، الان در 5 ساعت وقت میذاری قشنگ نگاه میکنی، حرکت میکنی. خب چون این روزها خیلی آشفته هستی، مسلماً تأثیری که تدریس دوباره استاد و با الگویی که توضیح میده اونقدر به تو کمک میکنه، پس خاطرت باشه. بعضی فهم میکنن همایش اینه که یکی بیاد یه گروه تست ما نشون بده بگه حواست بینا باشه، نیست. ما اول مرور میکنیم و حتی تدریس میکنیم مبحثی که قبلا درس دادیم و بعد وارد حواشی میشیم، به شما یاد میدیم که بازی طرا در هر قسمت چیه. من الان میرم سراغ آرایه. یکی از آرایه هایی که حتما در تست های چارگانه دیده میشه و احتمال سوال تکش هم هست چیه؟ عرضم بودور شما، ما خب آرایه ها رو به قسمت عرضم بودور شما الف و ب تقسیم کرده بودیم. من گفتم آرایه های الف ما تناقض یا پارادوکس، اسلوب معادله، حسامیزی، تشخیص، تلمی و آرایه های گروه به ما یک تشبیه، دو استاره، سه عرضم بود شما حسن تحلیل، چهار مجاز، پنج کنایه. خب قرار شد ما در همایشی که در 20 و 21 داریم همه این آرایه های از اول دوباره مرور کنیم، تک تکشونو، تناقض، اصول و معادله، حسامیزی. و حتی میتونم ادعا کنم کسی که بگه حتی من تا الان هیچ آرایه بلد نیستم هم بتونه در کنکور یه کار خوبی انجام بده، حداقل از 4 تا 2 الی 3 تا رو درست بزنه و شاید هم 4 تا رو. خب استاد منی که با تو خوندم، منی که با تو نقطه و تست نشستم، منی که الان همه رو درست میزنم، چقدر تاثیر رو من داره عزیز من؟ در کنکور یه قسمت کار سرعته. دانش آموزی که با ما مسیر اومده و نقطه تست نشسته، وقتی شما باش مرور میکنی سرعتش 2-3 برابره کسیه که عذر میخوام تازه میخواد شروع کنه. و کنکور فقط بلد بودنه نیست، اینکه خودمونو در زمان، در اون دقایقی که برای ما مشخص میکنن به جواب برسیم الگوه. خب من امروز، خب کدوم یکی از این آرایه ها میتونن به تنهایی سوال بیان؟ اول تشبیه، بعد استاره. یعنی تشبیه و استاره وقتی تک سوال میاد، که سال قبل در یک رشته ها سوال اومد که کدام گزینه وجه شبه ندارد، در یک از گزینه اومد کدام در یک رشته ها سوال اومد کدام گزینه تشبیه آن از بقیه بیشتر است، و استاره خودش
محور بسیار خاصیه. من الان میخوام برم قسمتی از همایش رو در زمینه استاره برای شما اجرا کنم، قشنگ گوش کنید و بعد تستای شبیه ساز ما رو ببینید که چقدر میتونه طراح ما رو مورد اذیت آزار قرار بده. خب بریم با هم سراغ ارزم بزرگ شما آرایی به نام استاره. ما در بررسی استاره، استاره رو به چهار قسمت تقسیم کردیم. خلاصه میگم گوش کنید. یک، بعد از ای، بعد از ای یا قبل از الف ندا، یا قبل از الف ندا به جای اسم انسان اسم غیر انسان بیاد استاره است. عالی گوش کنه. رتبه سه کنکور خانم بیتا مری میگه آقا من با یکتا درس میخوندم و ادبیات بالای 90 هم میزدم، ولی وقتی در همایش نشستم تازه فهمیدم که آقا من در این روزهای باقی مونده نیاز به مرور دارم، من نیاز دارم که یکی به من قبل از اینکه تست کنکور رو ببینم اون حس آرامش رو به من بده. این حرف ایشون میزنه. رتبه 19000 کنکور هم میگه فکر کردم هیچی نمیتونم بزنم، تازه با اون حرفایی که ایشون زد و مروری که من انجام دادم دیدم تونستم به 51% برسم با یک همایش روزه. پس خواهش مندم عالی گوش کن. پس بعد از ای یا قبل از الف ندا به جای اسم انسان اسم غیر انسان بیاید استاره است. مثل چی؟ مثل ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم. ای آفتاب، آفتاب استاره است. بوتا، مها، بوتا یعنی ای بوت، مها یعنی ای مه، همه اینا استارن بدون استثناء. این استثناء داریم. دو، اضافه ای داریم به نام اضافه استاری، به نام اضافه استاری. چیه؟ یکی از حالاتش اینه که دو کلمه ای که وصله کسر به هم میچسبن، کلمه اول اعضای وجودی یا شخصیتی انسان، کلمه دوم اسم انسان نباشه. دست مرگ، حیثیت زمانه، دست مال انسانه، مرگ اسم انسان نیست، حیثیت زمانه، حیثیت مال انسانه، زمانه که اسم انسان نیست. مد و کودکی بگیم مرگ که دست نداره، زمانه که حیثیت نداره. اضافه ما اضافه استاری بدون البته بازم استثناء. سه، گفتیم میدیم سراغ فعل. فعل چیه؟ من مثالی زده بودم دوباره تکرار میکنم. آسمان تعطیل است، بادها بیکارند. آسمان تعطیل است، بادها بیکارند. خب تعطیل است کی؟ آسمان. بیکارن کی؟ باد. فعل برای انسان و یا اینجوری بگیم فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشه. تعطیل است مال آسمان نیست، بیکارند مال باد نیست. فعل هر گروه، تعطیلات مال چیه؟ مال زمانه، مثلا جمعه تعطیل است، عید فطر تعطیل است، یا مال مکانه، پاساژ تعطیل است، مغازه تعطیل است، مدرسه تعطیل است، مال آسمان نیست. اگر بگویم مدرسه تعطیل است استاره نیست، بگویم مغازه تعطیل است استاره نیست، بگم جمعه تعطیل است استاره نیست. آسمان تعطیل است، عشق تعطیل است، مخ تعطیل است بلا نسبت، یعنی مخ تو به مانند مغازه تعطیل است. بادها بیکارند، اگر بگم حسین بیکاره، حمید بیکاره، رقیه بیکاره استاره نیست، بادها بیکارند. عشق بیکار است، زمانه بیکار است، همه اینا استاره است، فعل مال خودش نیست. و در حالت چهارم هم نکته من این بود، حالت چهارم که یک کلمه داریم که بر اساس یک کلمه داریم که بر اساس کلمات قبل یا بعد معنای واقعی خودشو نده. مثال من این بود، دهانت را باز کن، دهانت را باز کن تا ببینم، تا ببینم مرواریدهایت، تا ببینم مرواریدهایت مسواک خورده است یا نه. خب ما از روی دهان و باز کردن و مسواک میتونیم بفهمیم که مروارید مروارید نیست. منظور از مروارید چی بوده؟ دندان، یعنی دندانی که مانند مروارید است، یعنی مشبه نیمده، عداد نیمده، مشبه همه. یک کلمه معنی واقعی خودشو نداده. و این حالت چهارمو گفتیم طراح حق سوال خارج از کتاب نداره. استاره ما شد چهار قسمت بدون تذکر. یک بار با هم ذکر کنیم، حتی با من لبخونی کن، حتی اگه 100 بار با من خوندی دوباره لبخونی کن با من، بریم پایین تر ببینیم که چی گفتیم. خب ما در بررسی استاره، استاره رو به چهار قسمت تقسیم کردیم. یک، بعد از ای
یا قبل از الف ندا به جای اسم انسان اسم غیر انسان، ای آفتاب، بوتا، مها. دو، اضافه ای داریم به نام اضافه استاری. یکی از حالات اضافه استاری چیست؟ دو کلمه ای که وصله کسره به هم میچسبند. کلمه اول مربوط به انسانه، کلمه دوم اسم غیر انسانه. دست مرگ، پای مرگ، حلق مرگ، حیثیت مرگ، آبروی مرگ، شرف مرگ، منت مرگ، گریه مرگ، ناله مرگ، خنده مرگ، یا اعضای وجود انسان باشه یا مربوط به شخصیتی انسان باشه. و سه، میریم سراغ فعل. فعل هر گروه، فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود. آسمان تعطیل است، یا شاعر میگه هر کو نکاشت مهرو، هر کو نکاشت مهرو و از خوبی گلی نچید. هر کو نکاشت مهر، شما چی میکاری؟ من مهر میکارم، محبت میکارم. شما چی میکاری؟ من دارم خیار و چغندر میکارم. پس مهر مثل خیار و چغندر قابل کاشتن نیست، فعل مال خودش نیست. و چهار، گفتیم یک کلمه، یک کلمه بر اساس کلمات قبل یا بعد معنی واقعی خودشو نده و بین معنی حاصل شده و بین معنی حاصل شده و اصل کلمه و اصل کلمه مثل یا مانند بذاریم معنا بده. استاری ما شد چند قسمت؟ چهار قسمت. یه بار دیگه مرور. ای، اضافه استاری، فعل، یک کلمه معنی خودشو نده. ای، اضافه استاری، فعل، یک کلمه معنی خودشو نده. خب حالا میخوایم بریم ببینیم با تعریفی که الان ما کردیم ارزم بودور شما استاره بشه چه سوال اومده و چرا ما با این قاعده در بعضی از تستا انگشتمون تو حلقمونه. پس عالی گوشان، تا تای بازی ترا رو در آره استاره بهت یاد بدم. منتها لطف کن یه بار دیگه چشو همه ببندید، کلا به این شکل سر مبارک بالا بگیر که من چهار حالت استاره یه بار دیگه ذکر کنم و بعد با هم سراغ تست بریم. چشما بسته به این حالت، سرها بالا، قشنگ تمرکز کن، خواهشمندم. مخصوصا در همایش هر چی میگم اجرا کن، هر چی میگم اجرا کن. خواه شد یک، بعد از ای، یا قبل از الف ندا، به جای اسم انسان اسم غیر انسان. ای آسمان، ای آفتاب، ای آبشار، یا بوتا یعنی ای بوت، مها ای مه. دو، اضافه استاری، دو کلمه‌ای که وصله کسره به هم می‌چسبند. دو کلمه‌ای که وصله کسره به هم می‌چسبند، کلمه اول اعضای وجودی یا شخصیتی انسان، کلمه دوم اسم انسان نباشه. اعضای وجودی مثل دست، پا، چشم، گوش، ابرو. شخصیتی مثل آبرو، شخصیت، حیثیت، منت، گریه، خنده، ناله. و کلمه دوم اسم غیر انسان باشه. پای مرگ، گوش مرگ، حلق مرگ، حیثیت مرگ، ناله مرگ، گریه مرگ. سه، میریم سراغ فعل. فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشه. مثلا وقتی من میگم پرپر شد، انتظار دارم گلی، غنچه‌ای پرپر شده باشه. حالا به جای اینکه بگم گل پرپر شد، غنچه پرپر شد، بگم عشق پرپر شد، آسمان پرپر شد. خلاصه به هر کس نسبت داده بشه به غیر از زیرگروه خودش استاره میشه. و چهار، یک کلمه بر اساس کلمات قبل یا بعد معنای واقعی خودشو نده. هر که این آتش ندارد نیست باد. مولانا میگه هر کس آتش نداره بمیره. یعنی آقای مولانا هر کس آتش تو این مثلا تو سرما آتش یا گرما نشوشه بمیره. بله، چقدر شما آدم بی وجدانی هستی که هر کس آتش نداره بمیره. منظور مولانا از آتش چی بوده؟ عشق بوده. یعنی هر کس که عشقی به مانند آتش ندارد، یعنی مشبه نیومده عشق، مانند نیومده آتش، مشبه هم بیومده. استاره ما چهار حالت، ای، اضافه استاری، فعل و یک کلمه معنی خودشو نده بدون توضیح مضاف. حالا با این توضیحات میرم تست رو به شما نشون میدم، نگاه کنید. خاطرتون باشه که شما صفر صفر هم باشید میفهمید که من در آرایه، در دستور چه کمکی در دستور ارزم بوده شما در روز همایش میتونیم به شما بکنیم. خب بریم با هم سوال در همه گزینه ها به جز آرایه استاره وجود دارد. تکرار کن. ای، اضافه استاری، فعل، حالت چهارم. الف، یکو با من بخونا. عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو. عقل دیوانه شد. آها، ای دارم نه استاد، ای دارم نه استاد، اضافه استاری دارم نه، فعل دارم بله، دیوانه شد فعلی. کی دیوانه شد؟ عقل.
مگه عقل آدمی که دیوانه بشه؟ خب استاد میگن فلانی عقلش داره. نه، تو دیوانه میشه، عقل دیوانه نمیشه. خب نکته تذکر اول من چیه؟ خوب گوش کنید، چون من تستایی که میذارم تست یکسانه میذارم، تو هر تستی عاشق بهت یاد میدم. عزیز من، اگر فعلی مال انسان باشه، اگر فعلی مال انسان باشه، حتی به اعضای وجودی خود انسان هم نسبت داده بشه، حتی اگر به اعضای وجودی خود انسان هم نسبت داده بشه، هنوز استارش سر جاش هست. عقل دیوانه شد. کی دیوانه شد؟ عقل دیوانه شد، مال عقل نیست. دل ز ما گوشه گرفت. کی گوشه گرفت؟ دل. گوشه گرفتن، گوشه گیری کردن مال دل نیست. پس هم عقل دیوانه شد، هم دل ز ما گوشه گرفت. گرچه سلسله هم استاره نوع چهارمه، منتها در استاره نوع چهارم خاطرتون باشه ترا در حالت ای که حالت اوله اضافه استاری و حالت سوم که فعله میتونه شبیه سازی کنه، خارج از کتاب بده، اما در حالت چهارم تا گیر نیفتدی ازش استفاده نکن. بله آقا، من اینجا استاره دارم. خب دو رو میخونیم، داریم چی فکر میکنیم؟ ای تکرار کن، اضافه استاری فعل، ای اضافه استاری فعل، همتم بدرقه را کن ای طایر قدس. ای طایر، طایر یعنی چنین پرنده، اسم انسانه؟ نه. پس بعد از ای اسم غیر انسان ذکر شده و استارش سر جاش هست، درسته؟ حالت اول ایو داریم، پس یک رد گزینه میشه، دو هم به همین شکل. ای آسمان، ای زمین، ای پرنده، ای آبشار، بعد از ای اسم غیر انسان بیاد 100% استارش است. سه، من از رویدن خار بر سر دیوار میدانستم. من از رویدن خار بر سر دیوار میدانستم که ناکس کس نمیگردد بدین بالا نشینی. خب ای دارم؟ نه استاد. اضافه استاری دارم؟ بله استاد. سر دیوار، سر مال انسانه؟ سر دیوار، کلمه دوم غیر انسان. نکته دوم یاد بگیرید عزیزان من، کلمه سر، کلمه سر اگر معنی بالا بدهد یا معنی روی بدهد مثل سر دیوار، کلمه لب اگر معنی ساحل یا کنار بدهد مثل لب دریا، هیچ وقت اضافه استاری نمی سازد. پس تذکر اول، دو کلمه لب و سر، لب و سر اگر لب معنی ساحل یا کنار بدهد و سر معنی بالا بدهد، مثلا یه بار میگم سر آسمانی، خود سره، اضافه استاریه، اما یه بار میگم من سر دیوار بودم، یعنی من بالای دیوار بودم، پس این سر دیوار نمیتواند اضافه استاری باشد. نکته رو دوباره تکرار میکنیم، کلمه سر اگر معنی بالا یا روی بدهد هیچ وقت اضافه استاری نمیسازد. پس جواب میتواند سه باشد. چرا میگی میتواند؟ چون ایو بررسی کردیم نداشتن، اضافه استاری بررسی کردیم، نکتهش این بود چون سر معنی بالا میداد اضافه استاری نمیسازه. فعلم که میدانستم، من میدانستم، ناکس کس نمیگردد، خب همه فعلا مال خودشه، ولی ممکنه حالت چهارمی توش باشه و ما گفتیم اول با ای، بعد با اضافه استاری، بعد با فعل بررسی میکنیم، اگه به جواب نرسیدیم از حالت چهارم. من اینو نگه داشتم، چهارم میخونم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد. ای دارم؟ نه. اضافه استاری دارم؟ نه. فعل دارم؟ بله استاد. لشکر انگیزد، کی لشکر انگیزد؟ غم لشکر انگیزد، لشکر انگیختن مال غم نیست، پس فعل هر گروه داره به همون گروه نسبت داده نمیشه. پس یک داشت، دو داشت، چهار داشت، جواب گزینه سه. خب با قاعده که گفتم اینجا چه حاشیه یاد گرفتیم؟ حاشیه اول یا تله تستی اول، عزیزان من، فعلی که برای انسان باشد حتی اگر به اعضای وجودی خود انسان هم نسبت داده بشه تشخیصه. مثلا من میگم عقل دیوانه شد، عقل دیوانه نمیشه عزیزم، تو دیوانه میشی، من دیوانه میشم، شخص فلانی، دلم ناراحته، دل ناراحت نیست، تو ناراحتی، و اگه بگی دل ناراحته بازم استاره است. تذکر بعدی چی یاد گرفتیم؟ سر دیوار، کلمه لب اگر معنی ساحل یا کنار بدهد، سر اگه معنی بالا یا روی بدهد، قدرت اضافه استاری ندارد. سر دیوار، بالای دیوار. پس ما تونستیم سه رو نگه داشتیم، ولی در ای نداشتم، در سه اضافه استاری نداشتیم چون سر دیوار اضافه استاری نبود، فعل هم مشکل نداشت و فقط موند حالت چهارم. من اول رفتم چهار خوندم، دیدم چهارم داره و تا گیر نیفتم
از حالت چهارم استفاده نمی کنم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد. که لشکر انگیزد غم؟ آقا مهتی میتونیم این شعر کنکوریش کنیم. اگر ترا سوالات سخت انگیزد که خون پشت کنکوری ها در روز کنکور ریزد، من و ساقی که استار از خداست برو تازیم و بنیادش براندازیم. پس شعر قشنگ بزن تو اتاقت هر روز داشته باش که اگر ترا سوالات سخت انگیزد که خون پشت کنکوری ها ریزد، من و ساقی که خداست برو تازیم و بنیادش براندازیم. البته نسبت به کسی که درس میخونه، کسی که درس میخونه، ترا سوالات بنگیزد، خونت را در سر کنکور هم میریزد، من هم میایم ترا را تشویق میکنم بیشتر خون بریزد. آره پس قشنگ لمسش کن. بریم سوال بعدی. من هیچ وقت دو سوال عین هم نمیزنم، نگاه کنید. دو سوال عین هم نمیزنم، سوال هفت رو نگاه کنید. در کدام بیت استاره وجود دارد؟ من قبل از اینکه شعر رو بخونم مصرع دوم گزینه 4 رو خط میزنم. اصلا فکر کنید این نیست. فکر کنیم از همین الان بعد میگم چرا. فکر کنیم این نیست. مشکی حذف این بردم که خب. و کسی که اینو تایپ کرده جمله اول نصب بوده، برداشته اینو به شکل شعر تایپ کرده. ایران نیست. خب استاره ما چند حالت؟ 4 حالت. ای بگو اضافه استاری فعل حالت چهارم. میخونم گفته کدام استاره دارد. هرگاه که یکی از بندگان پریشان روزگار دست اجابت، حالا یا دست انابت، دست اجابت، بله استاد طبق گفتار شما، طبق گفتار شما دست مال انسان، اجابت یا انابت که در از درستشه اسم انسان نیست، اضافه ما استاریه. بگم یک استاد خواهد دورم بخون. حالا دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز. دست طمع هم دست مال انسان، طمع اسم انسانی است، طمع که دست نداره. این که دو تا جواب شد. سه بخز دلاکت ای حیوان، ای حیوان که دستش نهانی اندر دست مرگ. دست مرگ استاد اینم که استاره است. احساس نمی کنی استاد این سوال غلطه؟ باید شما سوال مطرح می کردید که در کدام بیت استاره وجود ندارد؟ نه عزیزم اتفاقا دارد. خب این که سه گزینه شد، حالا بعد بحث میکنیم. چهار هان ای عزیز به فصل جوانی به هوش باش. خب آقا مهتی گزینه ها همه شون استاره هستن. دست اجابت، دست طمع، دست مرگ، ای حیوان، ای عزیز. استاد اومد چهار حالت استاره درست داد و گفت حالا تر اومده دانش آموز دفتر سر کنکور گفته ای سوال غلطه، احتمالا میخوان به همه ما نمره بدن. نه عزیزان من، ما یه اضافه ای داریم به نام اضافه اقترانی. اقترانی هم کلمه اول مال انسانه، مثل دست توبه، و کلمه دوم اسم انسان نیست. خب من چطور تشخیص بدم با اضافه سه؟ آها، در اضافه اقترانی منظور ما کلمه اوله، ولی در اضافه استاری منظور ما کلمه دومه. میشه مثال بزنی؟ بله. دست توبه به سوی خدا بلند کرد. آقا مهتی دست رو بلند کرد یا توبه رو؟ دست رو بلند کرد. پس منظور کلمه اوله، این اقترانیه. دست مرگ نیاکان من رو از من گرفت. دست گرفت یا مرگ گرفت؟ آ مرگ گرفت. پس منظور ما کلمه دومه. حالا منظور رو میفهمی؟ یه چیزی بگم در حد بچه مهد کودک. در اضافه اقترانی میتونیم بین دو کلمه به قصد بذاری. دست به قصد توبه به سوی خدا بلند کرد. اما دست مرگ، دست به قصد مرگ نیاکان مرا گرفت. امکان پذیر نیست. پس حالا چه زمانی از این نکته استفاده میکنیم؟ زمانی که احساس کنیم دو گزینه درش اضافه استاریه. اون موقع باید به این فکر کنی. اگر دیدی دو گزینه این شرط داره، آگه نداشت نه. الان دست انابت یعنی دست توبه، دست به قصد توبه. من اینجا به قصد میذارم، معنا میده دست به قصد اجابت یا توبه به درگاه حق جل و علا برداره. دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز. آقا مهتی بگو چیکار کنم؟ آها، دست به قصد طمع دراز میکنی، معنا میده پس اینم استاره نیست. اما در سه به دو دلیل استاره است. دلیل اول، ای حیوان اسم غیر انسانه و همین که بعد از ای اسم غیر انسان بیاد استاره است. حالا دوم، دست مرگ. من نمیتونم میگم که دستش نهانی اندر دست به قصد مرگ است و در اینجا به قصد بذارم معنا نمیده. یعنی من در گزینه دو چند بار استاره دارم؟ دو بار. خب چرا چهار استاره نیست؟ آها،
اگر بعد از ای، اگر بعد از ای صفات انسان بیاد، صفات انسان، اگر بعد از ای صفات انسان بیاد و به خدا برگرده، اینجوری بگیم اصلا اول صفات خدا نه، اگه صفاتی بداده بشه که صفات مال انسان باشه، اون صفات هیچ وقت خساره نیست. مثل چی؟ مثل ای دوست، با کی داری صحبت میکنی؟ ای دوست، ای عزیز، ای دلاور، خب اینا انسان هن. چون شما به جای این که بخوای بگی حمید حسین رضا میگی دلاور عزیز فلان، پس اگه بعد از ای صفات انسان بیاد هیچ وقت درش استاره وجود نداره. اما یه نکته، اگر بعد از ای شغل انسان بیاد، چی آقا بهتی؟ شغل انسان. مثل چی؟ مثل خیاط، مثل نجار، مثل نقاش. و اگر اون شغل به خدا برگرده استاره است، اما اگه به خود انسان برگرده استاره وجود نداره. مثال بزنم، ای نقاش این اتاق را زیبا نقاشی کرده، استاره داریم؟ نه، داره با یه نقاش حرف میزنه. یه بار میگم این نقاش چقدر جسم و جانهای ما را زیبا به هم زیبا نقاشی کردی، با کی داره حرف میزنه؟ خدا. پس در اونجا نقاشیه استاره است. لو به کلام، اگر بعد از ای، اگر بعد از ای صفات انسان بیاد، ای عزیز، ای دوست، ای دلاور، ای شجاع، ای فداکار، دلاورا، هیچ وقت اینا استاره نیست، چون صفات انسان با اسم انسان برابره. اما اگر بعد از این شغل انسان بیاد، خیاط، نقاش، نجار، و به انسان برگرده که استاره نیست، اما اگه به خدا برگرده چه دارد؟ استاره. مثال آقا مهتی، دو مثال میزنم و من میگم فرقش چیه. ای خیاط، کت شلوار مرا زیبا دوخته، ای استاره دارم؟ نه، چون داره با یه خیاط حرف میزنه، نشانه نیست که داره با خدا حرف میزنه. ای خیاط، چقدر دست و پاهای ما را زیبا به هم دوخته، ای آیا با خدا داره حرف میزنه؟ استاره است. ملک ها، ملک پادشاه است. یه بار میگم پادشاه ها، استان مثلا ارزم بود شما، تهران از آن تو، دارم با یه پادشاه حرف میزنم. اما یه بار میگم ملک ها، ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، با کی دارم حرف میزنم؟ خدا. و ملک به این دلیل استاره است. خب شما ببینید، شما مو دیدید من پیچش مو گفتم، یعنی میخوام نکاتی رو که اصلا طراح هم اینجا بچینه باید از حرفای من نکته‌برداری کنه، بگه عجب خوبه، به ما اینا میتونم بازی بدم دانش آموزو. غیر ممکنه طراح بخواد حرکتی کنه که من در روز همایش بازیشو به شما نشون ندم. یک بار از اول مرور کنیم، استاره ما چند حالت بود؟ 4 حالت. ای به جای اسم انسان، اسم غیر انسان، اضافه استاری، کلمه اول برای انسان، کلمه دوم غیر انسان، 3 فعل هر گروه به همون گروه نسبت داده نشه، 4 یک کلمه معنی خودشو نده. خب ما الان در یک رفتیم، دست اجابت دیدیم یا دست انابت دیدیم، یه اضافه‌ای داریم به نام اضافه اقترانی، اونم در قیافش شبیه اضافه استاریه، کلمه اول برای انسانه، کلمه دوم غیر انسانه، با این تفاوت که در اقترانی میشه بین دو کلمه عبارت به قصد گذاشت. دست توبه، دست به قصد توبه، دست طمع، دست به قصد طمع، سر تعظیم، سر بگو آقا میتی به قصد تعظیم فرود آورد. اما دست مرگ، دست به قصد مرگ، حیثیت زمانه، حیثیت به قصد زمانه معنا نمیده. و دست انابت یا دست اجابت، دست طمع اقترانی استاره وجود نداره، اما دست مرگ اضافه استاره. ای حیوان که 100% استاره است. نکته چهارمی ما چی بود آقا میتی؟ که اگر بعد از ای صفات انسان بیاد استاره نیست. ای عزیز، ای دلاور، دلاورا، ای فداکار، ای شجاع. اما اگر بعد از ای شغل انسان بیاد، نجار، خیاط، کفاش، ارزم بود شما که اسم غیر انسان، شغل انسان بیاد و به خدا برگرده استاره است، به خود انسان برگرده استاره وجود نداره. ای نقاش، اتاق را زیبا نقاشی کردی، استاره نیست. ای نقاش، چقدر جانهای ما را زیبا خلقت کردی، استاره است، چون داره به خدا حرف میزنه. خب شما ببینید، ما هر مسیر، هر تستی که بزنم یک حاشیه بهشون میدم، شبیه سازی به این میگن. شبیه سازی نیست که یکی بیاد سوال مطرح کنه بگه انشالله امسال این میاد، دعا کنید دردت ابوالفرد دست عزیز گلم. این که میگن سوال شبیه سازی باید بشه، یعنی هر چیزی که طراح میتونه رو، طراح سوال بده رو استاد بتونه به تو در تست خودش نشون بده و با الگو و روش و بیان خاص خودش به تو ثابت کنه تو کجایی کاری. خب ادامه میدیم. چند چیز جدید اینجا یاد گرفتیم؟ 2 چیز. یه، من این مطلب رو چند بار تکرار میکنم، اگه بعد از ای صفات انسان بیاد، ای دوست، ای عزیز، استاره نیست، مثل ای عزیز.
اگر اضافه‌ای داریم اضافه اقترانی شبیه اضافه استاریه، اونم کلمه اول برای انسان، کلمه دوم غیر انسان. منتها در اضافه اقترانی میشه بین دو کلمه عبارت به قصد گذاشت. دست توبه، دست به قصد توبه. دست طمع، دست به قصد طمع دراز کرد. اما دست مرگ، دست به قصد مرگ معنا نمیده و دست مرگ اضافه استاری، اما دست اجابت، دست طمع اقترانیه و در یک و دو استاره وجود نداره. چه زمانی از این نکته استفاده میکنیم؟ زمانی که احساس کنیم در گزینه‌ها دو بار درش اضافه استاری دیده شده. خب بریم سوال بعدی، سوال 8. در همه اول سوال 9 بعد 8 میگم چرا. در کدام گزینه آرایه در همه ابیات آرایه استاره وجود دارد بجز؟ آماده باشید. A اضافه استاری، ببخشید، A اضافه استاری فعل یک کلمه معنی خودشو نده. یکو میخونیم، آماده باشید. اگر عشق افتد در سینه سنگ، سینه سنگ ای ندارم ولی اضافه استاری دارم، سینه مال انسانه. استاد شاید اقترانی باشه، خب میخوای به قصد بذار سینه به قصد زنگ، معنا نمیده که، پس این استاره داره. دو، ز شیرین کاری شیرین دلبند فرو خواندم به گوشش نکته ای چند. ای دارم؟ نه. اضافه استاری دارم؟ نه. شیرین دلبند، دلبند که صفتشه، شیرین چگونه است؟ دلبند است. پس ثانیاً دلبند کلمه دوم، کلمه اول نیست که. فعل چی؟ فرو خواندم. کی؟ من. خب کنندش انسانه. حالت چهارمی هم در ظاهر نمیبینیم، اینو نگه میداریم، شما رو حالت چهارم اول قضاوت نمی کنیم، اینو نگه میداریم. ز سوز عشق بهتر در جهان چیست؟ ای دارم؟ نه. اضافه استاری دارم؟ سوز عشق؟ نه. و استاد چرا؟ چون در اضافه استاری شما گفتید کلمه اول باید مربوط به انسان باشه، سوز اصلا ربطی به انسان نداره، سوز سوزشه، میتونه شامل هر چیز بشه. فعل مشکل داره؟ نه. مثال دوم، که بی او گل نخندید ابر نگریست. ای دارم؟ نه. اضافه استاری دارم؟ نه. فعل دارم؟ بله. خندیدن مال گل نیست، گریستن مال ابر نیست، دو بار درش استاره است، اینم رد گزینه میشه. چهار، ز عشق آفاق را پردود کردم خرد را دیده خوابالود کردم. ای دارم؟ نه. اضافه استاری دارم؟ نه. در ظاهر نه. فعل من خوابالود کردم، من پردود کردم، کنندش انسانه. پس الان ما بین دو و چهار پس میمونیم. بله، نکته رو گوش کنید، ما یه رایی داریم به نام رای فک اضافه، به این میگم فک، انفک که ینفک کو انفکاک، جدا میکنه. موضوع چیه؟ اگر من بگم حمید را دست شکست، یعنی دست حمید شکست، را اومده بین را و حمید و دست فاصله انداخته. حالا ما نمیخوایم اینجا دستور بگیم، نکته رو گوش کنید. اگر حرف رای دیدید که بعدش اعضای وجودی اومد و بتونیم کلمه بعد از را رو انتقال به این ور بدیم و قبل از اون اسم غیر انسان بود، اون اضافه هم استاریه. خرد را دیده یعنی دیده ی خرد. خب خرد که دیده نداره که. پس اینجوری بگیم، اگر اضافه استاری پیدا نکردی حواست به را باشه، بعد از را اعضای وجودی بیاد و قبل را اسم غیر انسان باشه، میتونه ذهن ما رو تحریک کنه برای اضافه استاری. پس خرد را دیده یعنی دیده ی خرد، و خرد که دیده نداره اضافه ما استاریه. چهارم داره و با دلیل دو رو انتخاب میکنیم. نکته جدید ما چی بود در اینجا؟ استاد شما این اعلام کردید که شعر خوندید، ز عشق آفاق را پردود کردم خرد را دیده خوابالود کردم. شما در چهار ای نداشتید استاد، اضافه استاری در ظاهر نداشتید، اما گفتید اگر دیدی اضافه استاری نیست. حرف چی دیدیم آقا مهدی؟ حرف را، بتونم بعد از را اسم اعضای وجود انسان داشته باشم و قبل از را اسم غیر انسان باشه، میتونه ما رو به سمت اضافه استاری سوق بده. خرد را دیده یعنی دیده خرد،
پس اضافه ما اضافه استاریه. استاد یه سوال، هم دیده و هم خرد مال انسان باشه، اگه هر دو هم مال انسان باشه هنوز اضافه ما اضافه استاریه؟ مثل که بگم به عنوان مثال چشم دل، دل که چش نداره، گوش خرد، خرد که گوش نداره، دیده خرد، خرد که دیده نداره، و اضافه ما اضافه استاریه. دوباره ما رو میکنیم در یک سینه سنگ اضافه استاری. چرا؟ سینه مال انسان، سنگ اسم انسانیست، اقترانی هم نیست، نمیتونم بگم سینه به قصد سنگ. دو، در دوز شیرین کاری شیرین دلبند، فرو خواندم به گوشش نکته چند، ای ندارم، اضافه استاری ندارم. شیرین دلبند ترکیب وصفی شیرین چگونه است دلبند است، خواندم من و فعلا مال خود انسانه. حالت چهارمشو بررسی نکردیم، اول بقیه رو خوندیم. در سه سوز عشق رو دیدیم که ممکنه تو ذهن یکی باره بیاد نکنه اون اضافه استاری نزیدم. در اضافه استاری کلمه اول مال انسانه، سوز عشق، عشق کلمه دومه و ربطی به اضافه استاری نداره. اما در مصرع دوم که بی او گل نخندید ابر نگریست، که نخندید گل، که نگریست ابر، پس عملا هنوز تشخیص یا اون استاره سر جایش فعل مال خودش نیست. چهار، ز عشق آفاق را پردود کردم، خرد را دیده خوابالود کردم. من به ظاهر ای نداشتم، در ظاهر اضافه استاری نداشتم، اما استاد یک نکته بسیار مهم به ما هشدار داد که چی؟ اگر دو کلمه دیدید، یا اینجوری بگیم اگر حرف را دیدید که بعد از را اعضای وجودی یا شخصیتی انسان باشه و قبل از را اسم غیر انسان باشه، اون هم میتونه اضافه استاری باشه که را آمده بینشون فاصله انداخته. خرد را دیده یعنی دیده خرد و این هم اضافه استاریه. و عرضم بود شما جواب با دلیل گزینه دو. استاد گزینه چهار خرد زش آفاق را پردود کردم، اینجا هم را دارم. خب داشته باشم عزیزم، پردود که اعضای وجودی است که، یه رایی پیدا کن که اولا بعدش از این وجود انسان باشه. خب حتی اگه شما بگی الان من با یک تام همه این مطالب خونده بودم، اگه این تستا رو به شما میدادم میگی وای چقدر حاشیه داره، یعنی یکی هست میگه من خوندم با یک تا بلد بودم و فهمیدم که بازی طرح کجاست، یکی هست میگه آقا من متوسط بودم تازه فهمیدم چه حواشی توشه، یکی هست اصلا ضعیفه میگه آها فهمیدم. حتی استاره که میگن قوی ترین آرایه است، وقتی هی مدام گفته بشه کنکور به من سوال بده، آقا من استاره درست میزنم. بریم با هم. عرضم بود شما سوال 8. خب من دو تا سوال اینه هم نمیزنم مگر اینکه بخوام این نکته جدید بگم. در همه ابیات آرایه استاره وجود دارد بجز یک، ای مرغ سحر، ای مرغ سحر. بعد از ای چی اومده؟ مرغ اومده استاد. اسم انسانه؟ نه. پس ای مرغ، مرغ استاره است. بعد دوباره بازم میشه استاره پیدا کرد، نگاه بفرمایید، ای مرغ سحر ایش پروانه بیاموز. از کی بیاموز؟ از پروانه. خب پروانه که آدم نیست اینجا که از اون بیاموز. از دو جهت میشه فهمید استاره. دو، باز آمدم چون عید نو تا قفل و دندان بشکنم. عید نم؟ نه، اضافه استاری نه، فعل مشکل داره. نه، من آمدم، من بشکنم. مثلای دوم، وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. راد ای ندارم استاد، اضافه استاری ندارم اما را دارم. خب نکته این با قبلی این چه فرقی داره؟ چرخ مردم خار، چنگال و دندان، اگر قبل از را اسمی که حضور داره قبل تر از اون کسره باشه، اون کلمه قبل از کسره ملاک ماست. مثلا من میگم حمید مؤدب را دست شکست، یعنی دست حمید مؤدب، اون حمیده که ارزم بود شما، حمید که اومده وزیرش کسی گرفته، اون مراده. وین چرخ مردم خارا چنگال و دندانش کنم، یعنی من باید چنگال و دندان رو با هم انتقال بدم به قبل از چرخ، یعنی بگم و چنگال و دندان چرخ مردم خار را بشکنم، و این هم اضافه استاریه. نکته رو دوباره گوش کن عزیز من، اگر حرف را دیدی سر بالا، تمرکز کامل، قشنگ اینجوری بشین من ببینم تو رو. اگر حرف را دیدیم که قبل را اون اسم قبلترش کسره باشه، ما اون کلمه قبلتر رو ملاک را میدیم. طرف یاری مردم خار رو دیده گفته خب مردم خار چی ایرادی داره؟ مردم میخوره دیگه. گفتم عزیزم این چرخ مردم خاره،
کلمه چرخ مراده و چنگال و دندان که واو داره دوتا با هم انتقال به قبل شده میشه، یعنی اصلا دو بار اضافه استاریه، یه بار بوده چنگال چرخ مردم خار، یه بار بوده دندان چرخ مردم خار، دو بار اضافه استاری توشه. پس اگه بعد از را اعضای وجه انسان یا حیوان یا چون چنگال مال حیوانه و واویات این دوتا با هم انتقال به قبلش داده میشه، یعنی در اصل بوده چنگال چرخ مردم خار و در اصل بوده دندان چرخ مردم خار، دو بار اضافه استاری در آن وجود دارد. پس یک ای مرغ استاره، دو چنگال چرخ دندان چرخ استاره، سه زین پیش دلاورا. آیا دلاورا میتونه استاره باشه؟ نه، شما گفتید بعد از ای صفات انسان بیاد، ای دلاور دلاورا، ای فداکار فداکارا، هیچ وقت اینا استاره نیست. اما ادامه شو بخونیم. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. استاد اضافه استاری ای ندارم، دارم ای یا الف، ولی متأسف صفت انسان اومده، اضافه استاری دارم، بله حیثیت مرگ. تازه به بازی نگرفت کی رو؟ مرگ. و از رو فعلا میشه فهمید بازی گرفتم مال فعل مال مرگ نیست. پس اینم استاره داره. دو یک سه و جواب چهاره. چهاره میخونم. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، یعنی کسی که از خیال و قیاس و گمان و وهم برتری، و اینجا برتر صفت جایگزین اسم انسانه و هیچ وقت درش استاره وجود نداره، و جواب با دلیل گزینه چهار. دوباره ذکر میکنم، پس نگو من بلدم، بلد بودن رو بذار کنار، بازی با تست یاد بگیر. یعنی این زمانی الان به دردت میخوره که تو میگه استاد یا عالی خوندم میخوام مرور کنم، یا اصلا نخوندم چون من اول قاعده رو مرور میکنم. قاعده مرور بشه، حتی برای رتبه تک رقمی هم مرور بشه، یا آقا دمش گرم رتبه 3 رتبه 5 رتبه 9 از همایش خارج میشن، از اینا میپرسن چی یاد گرفتی؟ گفته من از این دیدگاه به تست نگاه نمیکردم. یا طرف میگه من با خودشون درس خونده بودم 90 یا 100 میزدم، ولی تازه فهمیدم که ارزم بود رو شما، چیکار کنم زمان رو بخرم، چیکار کنم؟ چون من اگر ارزم بود شما فرصت هم داشتم و به اندازه یکتا هم نکته بلد بودم، نمیتونستم کاری که یکتا در یه روز یا دو روز کرده من تو یک ماه نمیتونستم این کارو بکنم. پس ارزش زمان رو درک کن عزیزم. دوباره قاعده رو نگاه کنید. ای مرغ سحر استاره، بعد از ای اسم غیر انسان اومده. در گزینه دو باز آمدم چون عید نو، تا قفل و دندان بشکنم، وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. استاد در ظاهر ای نداریم، فعل مال خودشه. باز آمدم من، دندان بشکنم من، بشکنم من، ولی در اینجا در ظاهر اضافه اسم نیست، ولی را دارم. چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم، یعنی چنگال و دندان چرخ مردم خارا دو بار درش اضافه استاریه، چون این واو بر تعدادش اضافه کرده. مثل که من بگم روزگار را دست و پا شکست، یعنی بوده دست روزگار پای روزگار، دو بار اضافه استاریه. حالا اگه بگم روزگار نگون بخ را دست و پا شکست، چون قبل را کسر است، درست دست و پا به کلمه روزگار برمیگرده، به کلمه‌ای که اینجا کسره داره برنمیگرده. یعنی نمیگیم چنگال مردم خار، میگیم چنگال چرخ مردم خار. نمیگیم دندان مردم خار، میگیم دندان چرخ مردم خار. سه هم دلاورا، ای دلاور استاره نیست. چرا؟ چون بعد از ای صفات انسان اومده. آقا طرف میاد تو دایرکت دوباره همینو میپرسد دستیار. ببخشید یه بار دیگه من دلاورا رو میشه شما بفرمایید؟ چرا استاره نیست؟ خب عزیز من همه زدن رفتن، کنکورم دادن، تو بعد از 25 بار تکرار دوباره میپرسی چرا اینه؟ خود این کلکت کنده است. چرا شبیه از 6 ماه پیش درس یاد میگیری؟ الان اگر یکی چیزی به تو یاد داد خطا کردی، امسال کنکور نده. پس دلاورا بله آقا صفات انسان استاره نیست، اما حیثیت مرگ اضافه استاریه. در چهارمی ای برتر استاره نیست، چون برتر صفات انسانه. پس یک ای مرغ سحر، دو چنگال و دندان چرخ، سه حیثیت مرگ، و جواب گزینه چهاره. در سه گفتیم دلاور هستن نیست، ولی این ور استاره داریم، اون نیست ولی این که هست، و جواب با دلیل گزینه چهار. خب حالا برگردیم اینجا رو نگاه کنیم.
قبل از ادامه دادن میخوایم بریم من باید حالت استرینوی چارم رو بازتر کنم دیگه، توضیح بدم که در استرینوی چارم چی میتونه بگذاره. در استرینوی چارم منتها میخوام از شکم استاره میخوام تشخیص رو خارج کنم. از شکم ارزم بود شما استاره میخوام تشخیص رو خارج کنم. تشخیص بچه استاره چرا؟ مینویسم نگاه کنید دارم. یعنی من در اصل دارم دو تا آرای رو درس میدم و شما با زدن تشخیص استاره رو هم تایید کردی. تشخیص بچه استاره است. چیه؟ ما تشخیص رو به دو قسمت تقسیم میکنیم. یک فعلی برای انسان و به غیر انسان نسبت داده شود. مثل هر نیمه شب آسمان سوتو آید. کی به سوتو آید؟ آسمان. تشخیص. خب استاد استارم که اینجوری بود؟ نه استارم همین هست، ولی در فعل من چی گفتم؟ دو مثال زدم. یه مثال من در استارم بود آسمان تعطیل است، بادها بیکارند. اینو من مثال زدم. آیا تعطیل است مال آسمانه؟ نه. تشخیص نه، اصلا تعطیل است ربطی به انسان نداره، فقط استاره است. اما بادها بیکارند، بله بیکار بودن مال انسانه، هم تشخیص هم استاره. در حالت سوم استاره گفتیم فعل هر گروه به همان گروه نسبت داده نشود. سوال من اینه عزیزان من، وقتی من میگویم آسمان تعطیل است، خب فعل مال انسان نیست، فقط استاره است، فعل داره به زیرگروه خودش نسبت داده نمیشه. اما وقتی میگم بادها بیکارند، بله هم تشخیص هم استاره، یعنی در حالت سوم استاره هم فعل انسان هم غیر انسان رو تحت شعار قرار میده، ولی تشخیص فقط فعل انسان رو تحت شعار قرار میده. پس میشه گفت در حالت سوم استاره قسمتی تشخیص است که فعل برای انسان باشد و کنندگان انسان نباشد. دو اضافه استاری. هر جا اضافه استاری دیدیم تشخیصه و تشخیص خودش استاره است. پس استاره ما 4 قسمته، تشخیص 2 قسمته. تشخیص ایو نداره، تشخیص حالت 4 یک کلمه معنی خودشو نمیده رو نداره، حالت دوم و سوم داره. اضافه استاری داره که هم تشخیص هم استاره است و در فعل قسمتی تشخیص است. که فعل برای انسان باشد، کنندگان انسان نباشد. آسمان تعطیل است، فقط استاره است. چرا؟ چون تعطیل است فعل انسان نیست. بادها بیکارند، هم تشخیص هم استاره، به دو دلیل. در حالت سوم استاره فعل هر گروه داره به همون گروه نسبت داده میشه، در تشخیص فعل برای انسان، کنندش غیر انسان. پس از 4 حالت استاره تشخیص فقط 2 قسمت رو شامل میشه، اضافه استاری و فعل، و در فعل هم قسمتی رو شامل میشه که فعل برای انسان باشد، کنندگان انسان نباشد. و بگویم آسمان تعطیل است، بگویم زمین پرپر شد، بگویم ارزم بود شما عشق شیه کشید، هیچ کدوم از اینها ربطی به تشخیص نداره، چون فعل برای انسان نیست. پس تشخیص از شکم استاره مثل نهنگی که از توش مایه ها رو بکشی بیرون، خاطرت باشه تشخیص بچه استاره است، 2 قسمته. فعل اضافه، حالا طرف آخرش تو دایره کنی چی پیام میده؟ آقا ببخشید فرق حالا تشخیص باعثه، میگم عزیزم تشخیص بچه استاره است، تشخیص جزئی از حالات استاره است، استاره 4 قسمته، پس هر استاره تشخیص نیست، چون تشخیص ای نداره، تشخیص یک کلمه معنی خودش رو نداره نداره، تشخیص فقط حالت دوم و سوم داره، اونم قسمتی از حالت سوم فعل داره که فعل برای انسان باشد، کنندگان انسان نباشد. چشما رو ببند و از اول توضیح بدم، قشنگ گوش کن. ما در بررسی تشخیص 2 قسمت داریم. 1 فعلی برای انسان باشد، کنندگان انسان نباشد، مثل آسمان تعطیل است. اینه؟ نه. مثل هر نیمه شب آسمان سوتو آید. کی به سوتو آید؟ چه شب است؟ آسمان. غذا گفت گیر و قدر گفت ده. کی گفته؟ غذا. کی گفته؟ قدر. تشخیص فعل مال انسان، کنندش انسان است. 2
اضافه‌ای به نام اضافه استاری که توضیح کامل دادیم که کلمه اول اعضای وجودی انسان یا شخصیتی انسان، کلمه دوم اسم انسان نباشه. خب تذکر، تشخیص بچه استاره است. حالا بریم تشخیص از شکم استاره بکشیم بیرون. ای ربطی به استاره تشخیص نداره، اضافه استاری تشخیص هم هست، اما در حالت سوم که فعل قسمتی تشخیصه که فعل اول برای انسان باشه و بعد کنندش غیر انسان باشه. بادها بیکارن تشخیصه، چون بیکار بودن مال انسان به باد نسبت داده. اما آسمان تعطیل است فقط استاره است، چون تعطیل است ربطی به آسمان نداره. پس رفتیم از بالا استاره رو گرفتیم، تشخیص رو از شکمش بردیم بیرون. حالا ببینیم ترا در تشخیص میتونه ما رو بازی بده یا نه. نگاه کنید، هم تشخیص هم استاره غیر ممکنه که در تست های چهار گزینه ما دیده نشند. یه حرف از این واضح تر ندارم. نگاه بفرمایید، سوال دو، در همه گزینه ها به جز گزینه آره تشخیص وجود دارد. تکرار کن، اضافه استاری فعل، اضافه استاری فعل، فعلا باید برای انسان باشه. یکو میخونم، اگر غم لشکر انگیزد، بله که لشکر انگیزد، غم فعل مال انسان، کنندش غیر انسان، تشخیص. حسن عروس تب مرا جلوه آرزوست، آرزوست فعل برای انسانه، کرا آرزوست، مرا آرزوست، آیا تشخیص؟ دانش آموز گفته نه، آینه ای ندارم از آن آه میکشم. اما نکته رو گوش کنید، میگه حسن عروس طبع مرا جلوه آرزوست، یعنی کلمه آرزوست هم به حسن، هم به عروس، هم به طبع، هم به مرا، به همشون نسبت داده میشه. به بیان دیگه، اگر چند کلمه دیدیم، اگر چند کلمه دیدیم که به وسیله کسره به هم اضافه شده بود، اگر چند کلمه دیدیم که به وسیله کسره به هم اضافه شده بود، فعل به همه اونها نسبت داده می شود. یعنی آرزوست به حسن، حسن انسان نه، پس تشخیصه. آرزوست عروس، عروس انسان، بله پس ربطی به تشخیص نداره. آرزوست به کی؟ به تب، تب انسان نه، پس تشخیصه. آرزوست کرا؟ مرا، تشخیص نه. پس اگر چند کلمه وسیله کسره به هم اضافه بشه، فعل به همه اونها نسبت داده میشه و یکی از اونها هم غیر انسان باشه، تشخیص سر جای خودش هست. حسن عروس طبع مرا جلوه آرزوست، چهار کلمه پشت سر هم با سه کسره اضافه شدن، کدومشون انسانه؟ عروس و مرا. اگه عروس که انسانه، من که انسانه، به آرزوست نسبت داده بشه، خب تشخیص نیست. اما حسنم داره نسبت داده میشه، طبعم داره نسبت داده میشه، پس تشخیص سر جای خودش هست. سه، دل بیمار شد. آها، بیمار شد کی؟ دل. خب اصلا دل بیمار میشه نه عزیزم، انسانی که بیمار میشه. تو میگی من بیمارم، دلم درد میکنه فلانی، من تالکیس نمیگه من دماغم یکم مریض شده، خودت مریض میشی. و فعل برای انسان حتی به اعضای وجودی انسان هم نسبت داده بشه، تشخیص در جای خودش هست. دل بیمار شد، کی بیمار شد؟ دل، تشخیص. از دست رفیقان میتونه اضافه استاری باشه؟ نه استاد، دست مال انسانه، رفیقم که انسانه. تا طبیبش به سر آوریم و دوایی بکنیم که دیگه نیست. و جواب گزینه چهاره. چهار، نگاه کن، این بیت این روزها خیلی نیاز دارید، این بیت و این روزها خیلی نیاز دارید. ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. این روزا باید این شعر زیاد بخونی. خدایا ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران رشته دلخواه خود را چاره ز جایی بکنیم. خب کی؟ ما میخوایم دست برانیم، ما میخوایم دعا بکنیم، ما میخوایم غم هجران تو رو چاره ز جایی بکنیم. خب فعل مال انسان، کنندش هم انسانه، اضافه استاری هم نداره، جواب با دلیل گزینه 4. خب بریم یه بار دیگه نگاهش کنیم. تشخیص ما به دو قسمت، زبونم مو در آورده، یک اضافه استاری، دو فعل برای انسان، کنندش غیر انسان. و تشخیص ربطی به حالت ای، حالت اول استاره، به حالت چهارم نداره،
بین دو و سه رو شامل میشه، در دو اضافه استاری تشخیص هم هست، در سه فعلی تشخیصه که فعل برای انسان باشه، کننده یا انسان نباشه. خب در یک اگر غم لشکر انگیزد، که لشکر انگیزد غم تشخیص استاره هم هست، بچه‌شه دیگه. دو حسن عروس تب مرا جلوه آرزوست. قانونا وقتی میگیم آرزوست فکر میکنیم فقط مرا آرزوست، خب انسانه، غافل از این که اگر چند کلمه به وصف کسره به هم اضافه بشه باید فعل به همه اونها نسبت داده بشه، یعنی آرزوست به حسن، آرزوست به عروس، آرزوست به تب، آرزوست به مرا، و تنها کلمه‌ای که اینجا غیر انسانه، دوتا غیر انسانه، حسن و تب، اگه به عروس نسبت داده بشه تشخیص نیست، عروس آرزو داره، من هم آرزو دارم، اما حسن و تب انسان نیستن که آرزو داشته باشن، تشخیصه. سه دل بیمار شد، کی بیمار شد؟ دل، تشخیص. و جواب چهاره، ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم، ما براریم شبی دست و دعایی بکنیم، ما شبی دست برابریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چارز جایی بکنیم، کی؟ ما، فعل مال انسان، کنندش انسان، اضافه استاری هم نداریم. جواب گزینه چهار. خب استاد گفتید استاره حالت چهارمش هنوز باقی مونده و قرار توضیح بدید. بله، عالی گوشانید. در حالت چهارم استاره، در حالت چهارم استاره گفتیم یک کلمه است که اون یک کلمه معنی واقعی خودشو نمیده و نیاز به قدرت معنا کردن داره، و تا هم گیر نیفتیم ما از حالت چهارم استفاده نمی کنیم. و مثال ما این بود که چشیر خدا راند بر خصم تیغ، از روی راندن و خصم و خدا میشه فهمید که شیر شیر نیست. شیر خدا تو دست حمله حیدری کی بود؟ حضرت علی علیه السلام. یعنی حضرت علی علیه السلام به مانند شیر است، مشبه نیومده، اعداد نیومده، مشبه هم به اومده. خب بعضی شعرها معنا کردنش ساده است، ولی بعضی شعرها رو دانش آموز ما اصلا قدرت معنا کردن نداره، و طراح چون میدونه که تو حالت معنا کردن نداری باید اصول رو رعایت کنه. مثلا دانش آموز میگه رفتم فعل بزنم، استاد شما گفتید استاره ای نداشت، اضافه استار فعل هم نداشت، فقط حالت چهارم داشت. میگم خب تست به تنهایی مطرح نشده بود که عزیزم، سوال داده بود کدام گزینه تناقض اصول معادله تشبیه استاره دارد، که تو اگه با استاره داخل میشدی باید ای و اضافه استاری و فعل رو بررسی میکردی، اگر به جواب نمیرسیدی حالت چهارم رو دست نمیزدی، اول با آرای دیگه رد و گزینه میکردی، بعد اگر یک به هزار راهی نداشتی حالت چهارم استفاده میکردی. ما اومدیم در حالت چهارم یه توضیح دادیم، چی بود؟ توضیح ما این بود، نگاه کنید، گفتیم کلماتی که بسیار مورد استفاده قرار میگیره در استاره و در کتاب‌های دهم یا دوازدهم یا در نظام قدیم رایجه اینهاست. گفتیم الف، کلمات سنم بوت چرخ، سنم بوت چرخ، هر جا دیدی استاره است، سنم و بوت استاره از معشوق است، چون سنم همون بوته، چرخ هم روزگاره، آسمانه، فهم میکردن آسمان به دور زمین میچرخه. ب، کلمات نرگس، سرو، سنبل، ما و لعل، سه تا گلوگی ها از نرگس و سرو و سنبل، دو تا هم شی، ماه و لعل، استارن همیشه به یه شرط، که نرگس بدون چشم بیاد، سرو بدون قد بیاد، سنبل بدون ارزم مو یا زلف بیاد، ماه بدون رخ بیاد، لعل بدون لب بیاد. اگر با هم بیان استاره نیست.
یعنی اگه من بگم لب لل استار نیست، اما اگه بگم از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، لل اونجا استار است. خب حالت سوم پس شد سنم بود چرخ همیشه استاره، نرگس بدون چشم، سرو بدون قد، سنبل بدون مو، ماه بدون رخ، لعل بدون